سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا کنون حداقل 15,000 نفر در اروپا به دلیل هوای گرم در سال 2022 جان خود را از دست دادند. اسپانیا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که بیشترین آسیب را دیدند. سه ماه ژوئن تا آگوست گرمترین در اروپا از زمان شروع رکوردها بوده و دمای فوق‌العاده بالا منجر به بدترین خشکسالی این قاره از قرون وسطا شده است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعلام کرده که با هدف مقابله با بیکاری در افغانستان 65,000 کارگر را به بیرون از افغانستان می‌فرستند که از جمله آنها 15,000 نفر چوپان است. این وزارتخانه گفته که این تعداد چوپان را به کشورهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه می‌فرستند تا در آنجا چوپانی کنند. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری هفتگی خود در خصوص ادامه حملات هوایی و توپخانه ترکیه گفت ترکیه باید تجاوز به خاک و مرزهای عراق را متوقف کند. به افزود عراق در حال حاضر سه پرونده امنیتی، اقتصادی و بحران آب با ترکیه دارد. هشتمین جشنواره سالانه حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها با حضور شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی زیر نظر بخش روابط عمومی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در دانشگاه بغداد برگزار شد. دکتر احمد علی شیخ نماینده آستان عباسی در سخنانی گفت این جشنواره برای آمیختن بینش‌های دینی و حوزوی با بینش دانشگاهی تلاش می‌کند تا مضامین فکری و اخلاقی و فرهنگی که ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها را متبلور می کند استخراج کند.